با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز و گرامی، باز هم با یک کلیپ آموزشی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. خب دوستان، اینجا یک معبدگاه باستانی تازه کشف شده و اداره میراث فرهنگی هنوزم بعضی از جاها رو رمزگشایی نکردن، هنوز کارش مونده و بعضی از جاها هنوز پلمپه و این رو یک کلیپ آموزشی قرار دادم و در حین فیلم برداری چند نقطه هست من این رو براتون شرح میدم. خب دوستان، این معبدگاه برمیگرده به 7000 سال قبل و اینجا استبلگاه بوده، البته قبلا قربانگاه بوده، چون نشانه هایی از جاهایی که قربانی رو میبستن وجود داره. الان دهتون نشون میدم مثل این سوراخ ها، ببینید این قسمت ها. البته تا زمانی که ایلخانیان اومده، ایلخانیان اومدن اینجا رو تبدیل کردن به استبلگاه، بعد بعدن هاست که دیگه معلوم نیست چه اتفاقایی افتاده. خب دوستان، اینجا قربانی رو در این قسمت میبستن چون معبدگاه بوده واقعا اینجا و قربانی میکردن. ببینید این قسمت های بغل هست، سوراخ ها، این قربانی رو اونجا انجام میدادن و داخل آشپزخانه می بودن، اونجا تمیزش میکردن. حالا در حین فیلم برداری اینو براتون میگیرم. خب جاهای جالب و دیدنی رو داره. اینجا وارد آشپزخانه میشیم. این قسمت چون در نداشت اینا کلن تو در تو، گفتم یک نشانه هایی از دوران هخامنشیان و ساسانیان رو داره. خب اینجا آشپزخونه است و جاهایی که روشنایی قرار میدادن، تاقچه هایی که آتش داخلش بوده، این قسمت بالا دودکش آشپزخونه است، این وسط هم به یک سنگی است یک تنور بوده، تنور قدیمی، و قربانی رو اونجا تمیز و کامل میکردن تا به جایگاه اصلی میبردن. خب دوستان، اینجا محوطه داخل سالن هست که یک سری نوشته هایی داخل این سالن هست و روی دیوار ببینید مشخصه. این نوع مشخصاتی که بر روی دیوارها هست یک سری برمیگرده به دوران اشکانیان، ساسانیان و هخامنشیان، ایلخانیان، دوره های مختلفی بوده اینجا. خب قربانی رو تمیز میکردن، اونجا میآوردن، اینجا قرار میدادن و مثل یک حالت شمال و جنوب خودشون یک مقدساتی داشتن، اینجا رو قرار میدادن. طبق کتیبه‌ای که روی اون تاق ثبت شده این رو انجام میدادن و قربانی رو همینجا قرار میدادن و یک سری حیوانات اون رو مصرف میکردن. حالا چه جریانی بوده اونم باز چیز داره، رمزگشایی باید بشه. خب اینجا یک زیرزمین کوچکی قرار داره، یک دستکند صخره‌ایه که کاملا مشخص این یک تیکه سنگه. اینجا مثل پای مثل قندیل اتفاق افتاده، اون رو به حالت یک اتاق مانند مخفی که یک نشانه هایی از دفینه هم داخلش هست که برمیگرده به دوران ساسانیان و اشکانیان. اینا گفتم یه سری اونجا دوران اشکانیان داره. خب اینجا یه سری بازم کتیبه هایی روی دیوار قرار داره، چند تا سالون داشته، معبدگاه خیلی بزرگ بوده، اینجا آتشکده بوده و در این قسمتی که شما مشاهده میکنید ببینید بر روی دیوار آیین و مقدسات خودشون هنوز به جای مونده. اینجا یک گربه رو و یک راه خصوصی و مخفی هست که برای زمان که مشکلی براشون پیش میاد از اون راه استفاده کنن. این دستکند هایی که شما میبینید، این حالت گوردخمه هستن، اینا برمیگردن به دوران همون هخامنشیان. گفتم نشانه ها از این معبدگاه به جا مونده، حتی آیین بودایی هم یه سری به اینا اشاره کرده
و جالب اینجاست که حتی نحوه دفینه گذاریشون رو انجام میدادن. ببینید این قسمت دوربین مثل سنگ دوربین عمل میکنه و نحوه یک جا رو برای ما مشخص میکنه. حالا یک جوغانی هم قرار داره در این قسمت، جوغان گردی هست و یک جوغانی هم بالا سقف قرار داره که نشان از یک دفینه و یک مرد تدفین، آینه تدفینی قرار داره. و اینکه چند دوره روی این سازه چیز شده آمده و تغییراتی داخلش انجام شده. خیلی از تغییرات که انجام شده زمانهای متعددی بوده و چون نگهداری خوبی هم انجام نشده در قبلن در گذشته، بعضی از جاها خراب شده و هر کسی هم که آمده اینجا یه تغییراتی داخلش انجام داده و یه سری چیزا تغییر کرده. یک نشان از آینه تدفین ساسانیان هست که مثل یک گوردخمه قرار داره و یک سنگ پلومبی قرار داره، هنوزم باز نشده. ببینید اینها واقعا از رو نشانهایی که به جایی مونده و طبق علم کارشناسی که چند سال ما استفاده کردیم و درس خوندیم، این نشانه ها واقعا برمیگرده به همون دوران. چون واقعا اینجا معبدگاه بزرگ و مقدسگاه خیلی جالبی بوده که در اون زمان ازش استفاده کردن و چند دوره قوم ها و ملیت ها داخل این آمدن و آیین و رسومات خودشون رو هر کسی به نحو خودش انجام داده. خب این رو من گرفتم برای دوستان و اینکه چند تا نکات آموزشی بود که من بهتون گفتم، حتی نحوه دفینه گذاریشون و نحوه اینکه چطوری تدفین خودشون رو انجام میدادن. خب یک نمونه از اون تدفینی که من گفتم و نحوه دفینه گذاریشون داخل این چیزه هست، زیر زمین سنگی هست که ببینید دستکندی صخره رو کاملا شکاف دادن. و ببینید این نمونه رو که شما مشاهده میکنید یک گوردخمه اشکانی هست. ببینید هم ساسانی دوران ساسانیان دوران اشکانیان. خب ببینید اینجا هنوزم پلومپه چون داخل صخره انجام شده. گفتن دوره های مختلفی روی این معبدگاه بوده، دوره خامنشیان، دوره ماتا، دوره ساسانیان، دوره ایلخانی، دوره های خیلی مختلفی بوده و هر کدام یه تغییراتی داخلش انجام شده که انشالله در برنامه های بعدی که باز هم تونستیم اینجا رو ما بتونیم رمزگشایی هاشو در بیاریم و ببینیم چند تا قوم توی این معبدگاه زندگی و آیین خودشون رو به اجرا در آوردن. این کتیبه‌هایی که داخل اینجا هست یکم روشنه و مشخصه مال دوران ایلخانیان هستش و اینجا آتشگاه بوده. باز هم گفتم داخل اتاقها هر کدام یک مقدساتی رو به جا گذاشتن. حالا مثلا این قسمت پلومپ هنوز و یک جوغن بزرگی وسطش قرار داره. اینها کاملا از آیین و رسومات قبلی خودشون داره بازگو و بیان میکنه برای ما. ناطق جنوبی بیشتر از این معبدگاه ها وجود داره. یکیش معبد اناهیتا هست که چه اتفاقاتی افتاده برای ما مشخص میکنه. خب این نوع دستگاه ها همیشه توجه کنید که راه های مخفی داره، دفینه گذاری داره. و این که جالب برای من این بود که اینجا رو من فیلم برداری بکنم و خیلی از مردم اینجاها رو ندیدن و ببینن که چه داستان هایی داشته و چه دوره هایی در اینجا زندگی کردن و پرستشگاه خودشون قرار دادن. این نشان از یک قدمت و تاریخ ملی کشورمون رو نشون میده. دوستان خواهش میکنم که در حفظ و آثار باستانی کشورمون کوشا باشیم
و همه چی رو به دفینه رد ندیم. ممنونم از اینکه با من همراه